سلام، وقت بخیر به برنامه خوش آمدید. پروژه های منطقوی افغانستان به کجا می رساند؟ پروژه های منطقوی چقدر هزینه به افغانستان خواهند داشت تا تطبیق شود؟ چقدر پروژه های منطقوی برای افغانستان اهمیت دارد؟ و همچنان پروژه هایی که در حال حاضر زیر کار است چقدر رابط افغانستان و کشورها را محکم تر می سازد؟ در این مورد بیشتر بحث می کنم. مهمانان من در این برنامه در استودیو عبدالظهور مدبر استاد پانتون و همچنان جنت فهیم چکری استاد پانتون از طریق اسکایپ هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه. مدبر صاحب، بحث با شما آغاز بکنیم. افغانستان من که با منطقه وصل باشه چگونه افغانستان می باشد؟ چی فکر میکنین افغانستان که با منطقه وصل شود افغانستان در کجا خواهند بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بیننده های گرامی جناب چکری صاحب. خیلی ممنون و سپاس از یک فرصت را مساعد ساختین. یکی از موضوعات عمده و اساسی در فرایند کسب کار بحث سپلای چین یا زنجیری تامین است، یعنی از خود تامین کننده اولیه الا خود مستهلک بر پیمانی که فرایند خوبتر تسهیل شده باشه میتونه که فرصت را به بالندگی و پویایی اقتصادی یک سرزمین فراهم کرده باشه. من جمله بحث افغانستان هم بنابر موقعیت حساس جیوپولیتیک، جیواکنومیک و جیواستراتژیکی که افغانستان داره، هرگاه به معنای اصلیش از این فرصت استفاده بهینه صورت بگیره میتونه که به افغانستان ارزشمند تلقی شود. افغانستان یک دروازه ورودی به کشورهای آسیای میانه به طرف کشورهای جنوب آسیاست و یک مزیت به مردم افغانستان. هرگاه از این مزیت و فرصت استفاده بهینه را ببریم مطمئنا میتونه که اقتصاد ما را پویا بسازه. به خاطر از اینکه یک سری پروژه ها قرار است تطبیق شود، فرضاً پروژه کاسا 1000، پروژه تاپی و رند شدن مسیر نفت روسیه به کشور پاکستان از مسیر افغانستان، همش مزیت است. هرگاه پروژه کاسا 1000 به شکل درستش تطبیق شود، یکی از مزیتایی که به مردم افغانستان داره 300 مگاوات برق با قیمت نازل ما میتونیم به دست بیاریم. هرگاه تاپی به شکل عملی شود، افغانستان میتونه که نزدیک 50 میلیون دلار افغانستان پول ترانزیت به دست بیاره. این از اهمیتایی است که افغانستان میتونه داشته باشه و بستر کار هم به کارمند افغانی فراهم کرده باشه. بر پیمانی که میزان اشتغال بیشتر بوده باشه، قدرت خرید پیدا میشه، قدرت خرید ایجاد میشه. هرگاه قدرت خرید بوده باشه مطمئنا تقاضای مؤثر در مارکت ایجاد میشه. خود تقاضای مؤثر یک انگیزه خوب میتونه به عرضه کننده و سپلایر بوده باشه، در کل میتونه که چرخ اقتصاد به چرخش در آورده باشه. برن یکی از این روزنه ها و راه ها میتونه عملی کردن پروژه های انکشافی و در عین حال استفاده کردن از این جغرافیایی که ما داریم بوده باشه. تشکر. در برنامه آقای سیر قریشی آقای مسائل اقتصادی نیست با ما هستند. قریشی صاحب، به دیدگاه شما جایگاه افغانستان برای تطبیق پروژه های منطقوی چقدر مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، بینندگان تلویزیون شما، همکاران تکنیکیتان و مهمانان معزز در بس. البته باید بگیم که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، پس از 20 سال، یعنی فرصت‌های جدید در منطقه با پتانسیل فوق‌العاده برای اتصال منطقه و همچنان عملی‌سازی پروژه‌های زیربنایی از قبیل تاپی، کاسا 1000، افغان ترانس و همچنان پروژه خوشتیپر کنا آغاز کردند و پروژه‌های متعدد دیگه یعنی مساعد شده. و باید بگویم که افغانستان خوشبختانه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، البته تا قرن 16 هم البته یک محل ثروت و رونق فراوان بود و افغانستان به عنوان قلب آسیای مرکزی که در تقاطع راه‌های تجاری باستانی معروف است که به نام جاده ابریشم گفته میشه و آسیا را به بقیه جهان متصل میکنه، ای در نظر گرفته شده بود و مکنون زیر مایکروسکوپ مرکزی کشورهای منطقه و فرامنطقوی قرار داره. و اگر ما نگاهی کنیم در قسمت موقعیت جغرافیایی افغانستان، یعنی برخی از مسیرها از شرق به چین و برخی از شمال به شهرهای بخارا و سمرقند به می شکل و برخی از جنوب شرقی به هند و از غرب گفته می تانیم به ایران و سپس به دریای مدیترانه و اروپا که سرازیر می شن،
هر تجارتی که میخواست از یکی از این مسیرها عبور کند باید از افغانستان میگذشت، به خاطر که یکی که افغانستان میتونه که از اینی کمتر باشه برای کشورها و میتونیم بگیم که افغانستان پتانسیل عظیم داره که به عنوان یک پل زمینی عمل کنه که چهار منطقه آسیا را یعنی شمال، جنوب و شرق و غرب آسیا را به جهان متصل بسازه و افغانستان دروازه چین و هند در شرق آسیای مرکزی و خاور میانه و اروپا در غرب میتونه که وصل بسازه. اما با وجود تمام اهمیت جیوپولیتیکی افغانستان، این کشور همچنان یک کشوری که محصور در خشکه و کمتر توسعه یافته است و او به خاطر امو بیشتر از 4 دهه خشونت ها و جنگ هایی که در افغانستان و بی‌ثباتی سیاسی که در افغانستان وجود داشت که متاسفانه این ما را بیشتر خرچدار ساخته تا اکنون و تقریبا ما میتونیم بگیم که نیمی از جمعیت افغانستان متاسفانه فعلا زیر خط فقر زندگی میکنند و وضعیت وخیم داره و افغانستان قبلا هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و میتونیم بگیم که رتبه هفتم از پایین با تولید ناخالص داخلی سرانه که سرانه واقعی که تقریبا در حدود $350 در سال 2023 ای به اصطلاح کاتگوری شده توسط بانک جهانی و همچنان نهادهای معتبر دیگر به حساب میتونیم بگیم که موقعیت داره و این پروژه هایی که زیربنایی است و همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان میتونه که به خصوص این شرایط را که ما فعلا درش زندگی میکنیم با یک چالش اقتصادی و همچنان سیاسی میتونه که تغییر بده و به این یک خط سیر مثبت را به وجود بیاره. شما گفتن افغانستان قلب آسیا است، اما قلب آسیا که این وضعیت داشته باشن چه فکر میکنین؟ یا سب به دیگه کشورها نمیرسن؟ امروز مردم افغانستان وضعیت چه درک میکنین؟ طبعا گپ واضح است که بی‌ثباتی افغانستان و استفاده نکردن از فرصت‌های اقتصادی افغانستان توسط منطقه میتونه که اونها را هم آسیب پذیر بسازه. من قبلا بر شما اشاره کردم، گفتم که افغانستان یعنی قبلا یک کشور بود که تمام منطقه ازی حتی اروپا ازی استفاده میکرد به خاطر انتقال اجناس. فلهازا اگر افغانستان از لحاظ امنیتی و سیاسی با ثبات نباشه، نه تنها افغانستان متضرر میسازه بلکه کشورهای همسایه را همچنان متضرر میسازه، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی. امروز اگر ما توجه کنیم در تمام جهان همه جنگ بالای اقتصاد است، هر کشور میخواد که اقتصاد خود نفش به اصطلاح مسئول بسازه. مثلا کشور امریکا را ببینیم که یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی در جهان است، اونا در هر کشوری که به اصطلاح پلان میکنن در قسمت نظامی یکی از دلایل عمدهش به خاطر مسئول ساختن آینده اقتصاد کشورشان است. اگر امروز ما ببینیم در منطقه در خاورمیانه که امریکا چرا فرض مثال کشور اسرائیل تمویل میکنه، او دیگه کدام به اصطلاح هدف دیگه نداره، صرف میخواد که از اسرائیل به شکل یک ابزار استفاده کنه که بتونه که فوتپرینت یا جای پایش به حساب گسترده باشه در منطقه و خاورمیانه را که با منابع طبیعی و همچنان یک موقف سوق الجیشی داره او را کنترل کنه. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. چکری سب، همواره یک کلمه که در مورد افغانستان گفته شده که جایگاه افغانستان و جغرافی افغانستان. چقدر مردم افغانستان و حاکمان افغانستان
در سالهای اخیر از این جایگاه استفاده کرده و توانستن که پروژه های منطقوی را به افغانستان بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب مدبر صاحب بزرگوار و محترم قریشی صاحب و همه بینندگان محترم تلویزیون معتبر آریانا نیوز. خب بدون شک واقعا که افغانستان طی 50 سال گذشته در چنگال رقابت های منطقوی بوده و پیشگاه افغانستان در یک حالت نبوده که از امتیازات ترانزیتی و منابع طبیعی و منابع معدنی خود استفاده خود را داشته باشد. اما فعلا یک وضعیت است که یک خداوند رحم کرده و وضعیت ترانزیتی خوب برای مردم افغانستان فعلا مساعد شده و یعنی اگر جنوب آسیا بخواهی با آسیای مرکزی وصل شوه و یا به یوریشیا بدون افغانستان راه و مسیر دیگه نداره. به می ترتیب اگر کشورهایی که در آسیای مرکزی سندونا می خواهند که به جنوب آسیا برند بدون افغانستان هیچ راهی ندارند، چون افغانستان ظرفیت های داخلی خود را داره. اگر آسیای مرکزی بخواهی که به امته خود را به هدف اساسی خود برسانه، هم از راه سپین بولدک می داند به بلوچستان بره یا از راه دورخم می داند که به پشتونستان و بندرهای کراچی و اسلام آباد به مسیرها حرکت های خود را پیدا بکنه. اما بعد از این نظر به مشکلات اواخر سیاسی که در سطح منطقه و جهان صورت گرفته، یعنی خلیج فارس قرار است که به وضعیتش خراب شود، وضعیت امنیتیشان باب المندب بحیره عرب یا بحیره سرخ هم احتمالاً که به آتش رفتن شود و خصوصا باب المندب که امریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان محرکت های خود را بالای حوثی ها انجام بده، یعنی به این معنی که چابهار هم بعد از این احتمالاً که ناامن شود و از بخاطر مسافه دوری که بندر کراچی داره او هم همو شایستگی خود را برای افغانستان بعد از این نخواهد داشت. یعنی یگانه رایی که میتونیم که ما از او استفاده خوب بکنیم اما بحث واخان است که ما میگم که ما قلب آسیا هستیم، ای را به ما شکل عملیش که فعلا انجام میده همیست که باید جاده واخان به چین وصل شد. وقتی که واخان افغانستان از طریق واخان به چین وصل میشه، معنیش است که ما به یک مقتدرترین کشور اقتصادی جهان وصل میشیم و مقتدرترین کشور اقتصادی جهان از طریق افغانستان به جهان وصل میشه. این چیزی است که بسیار یک ارزش مهم و خوبی است که افغانستان فعلا او را پیدا کرده و از یعنی در حال حاضر جایگاه جنایی را به آسیای مرکزی روان کنیم. بله چکری صاحب، جایگاه افغانستان درک شده توسط حاکمان جدید افغانستان؟ همین سفرهای اخیر که صورت گرفته و بدون شک همین که از قزاقستان، قرغزستان، وزیرهای خارجشان میه به افغانستان و حیاتایشان میهن یا حیاتایی که بین ازبکستان و پاکستان جلسات انجام میتن در داخل افغانستان یا در کشورهای خودشان، حتما حیاتای افغانستان هم است و اونا میخواهند که بدون ازی که ما یعنی چاره نداریم که بدون ازی که از رای افغانستان وصل شویم به همدیگر، چون در حدود 650 میلیون دلار هم سال پاکستان اموالش صادر میشه به آسیای مرکزی و به یوریشیا و همچنان به میان پیمانه واردات هم داره. این تناز طریق افغانستان است که کار صورت میگیره و از طرف دیگه همین که سالنگ دوم اعمار میشه یا مسیر کابل تا تورخم یک راه دیگه ساخته میشه، یمش به خاطر اتصال منطقوی و امتیاز گرفتن از ترانزیتی افغانستان هستند که اکثر مصارفشان کشورهای آسیای مرکزی انجام میده، به خاطر که نفت روسیه و بالای پاکستان به فروش میرسه و به یوهان چین به فروش میرسه. یعنی حاکمان فعلی هم که ما میبینیم اکثر وقت یک جلساتی که وزیر خارجه داشتن گفتن که تا 6 ماه بعدی احتمالاً تا ماه سامبله 1403 افغانستان یک تغییرات دراماتیک اقتصادی را پیدا میکنن. خب حتما چیزایی هستن که ایره حاکمان فعلی درک کردن که ما یک موقف الماسی ترانزیتی را فعلا پیدا کردیم و با وجود که او جزئیات اشاره نکرد که از کدام مسیر ما این
تغییرات گزاف را و کلان را ما از لحاظ اقتصادی پیدا میکنیم. این را جزیات شنه گفتند، اما می که همه قدر یاد کردند احتمالی مانایش است که حاکمان فعلی هم از این موقفای طلایی ترانزیتی را اونا هم درک کردند، اطمان هم بایشان جلسات صورت گرفت. تشکر. مدبر سب، حاکمان جدید افغانستان هماره تأکید کردند که پالیسی افغانستان در حال حاضر اقتصاد محور است و روی اقتصاد میچرخه با کشورها. چقدر این پالیسی میتونه جایگاه افغانستان را بلند ببره و پروژه های منطقوی را به افغانستان بیاره و بتونه افغانستان کشورها را به دیگر کشورها وصل بسازه؟ طبیعی زمانی که ما میخواییم یک کاری را انجام بدیم، در قدم نخستش نیاز است که ما پالیسی بری داشته باشیم، پلان استراتژیک داشته باشیم و ویژن ما تعیین شده باشه، گول ما تعیین شده باشه و ابجکتیف ما تعریف کرده باشیم. چطور بتانیم خود به اون نقطه اعظمی خود برسانیم؟ چشم انداز ما چی است؟ چشم انداز بر اساس یک سری معیارها باید در نظر گرفته شه. یک چیز رویایی نبوده باشه، یعنی مطابق ظرفیت ما باید بوده باشه. هرگاه ما تنها در حد تدوینش، یعنی به شکل مدون یک چیز داشته باشیم، جنبی عملیش فکر نکرده باشیم، در سیر زمان ما میتونیم به افت مواجه شیم. بنان با در نظر داشت امکاناتی که ما داریم، ظرفیتی که ما داریم، هرگاه ما میگیم که واقعا پالیسی ما اقتصاد محور است و ما در آینده به یک نقطه میتونیم که خود برسانیم که به سایر کشورهای همسایه و حتی منطقه و حتی جهان هم یک سری مزیت‌ها را ما بنا به داشتن موقعیت حساسی که ما داریم فراهم کرده باشیم. این نقطه‌ش در قدم نخست ما در نظر بگیریم ما چی داریم و چی کرده میتونیم. بس دیگه هرگاه گیرم که امی بوده باشه و شوم، مطمئنن که ما در قدم نخستش افرادی را باید متولیان و متصدیان از کرسی بگماریم که از عهده از پلانینگی کردیم، پلان استراتژیی که داریم برآمده بتانند و این پالیسی که ما داریم اقتصاد محور است، افراد زبده و توانا باید متولیان کرسیش بوده باشند با داشتن تخصص و تعهد لازم. هرگاه یکش هم نداشته باشیم مطمئن فرایند به شکل درستش مدیریت نمیشه. یک کشور زمانی میتونه به پویایی و بالندگی اقتصاد دست پیدا کنه که در قدم نخستش استقلالیت لازمه داشته باشه، حاکمیت ملی داشته باشه، کارمندانی که در ادارات کار میکنن افراد متخصص و متحد بوده باشن، هم نوایی مردم و در عین حال همکاری کشورهای منطقه و جهان. هرگاه کوآپتیشن ما در نظر نگیریم، هم نوایی مردم در نظر نگرفته باشیم، قسمی گفته میشه سرمایه‌گذاری موفق در افغانستان مستلزم درک دقیق از سنن و آداب محلی است. مردم چی را میخواهند؟ ظرفیت مردم چگونه است؟ قدرت خرید مردم چگونه است؟ ما چطور میتونیم لیکویدیتی مردم را بلند ببریم؟ سیالت مردم را بلند ببریم؟ قدرت خرید برش فراهم کنیم؟ یک سری پالیسی ها را نیاز است رویش ترکیب صورت بگیره. و بحث دیگه کنار آمدن با جهان، با کشورهای منطقه. هرگاه ما میخواهیم اقتصاد رونق ببخشیم، یکی از مفاهیم و کانسپت های عمده و اساسی در اقتصاد داشتن رابط استراتژیک و اقتصادی با کشور هاست. متاسفانه در بسا از موارد شعای مسائل اقتصادی جلو پویایی و شکوفایی اقتصاد گرفته و این اثر داشته مستقیم بالاش. بنابرای جوی که فعلا ما قرار داریم، متاسفانه روابط خدشه‌دار سیاسی که افغانستان با جهان داره، بخصوص در رأس قدرت ها که پنج قدرت بوده باشه و در رأس هرم امریکا بوده باشه، این مستقیما اثر سو میتونه بالا اقتصاد افغانستان داشته باشه. هرگاه این روابط درست شوه، مطمئنا ما میتونیم با مو برنامه اقتصاد محوری که ما داریم قرار است افغانستان رو به یک نقطه پویای بالندگی برسانیم، از حالت ایستا بکشانیم و به اون نقطه بکشانیم نجات بتیم، مطمئنا ما میتونیم که ما ادا کرده باشیم. یعنی روابط افغانستان با امریکا مهم است برای اتصال افغانستان با جهان؟ 100% با کشورهایی که در کنار افغانستان هستند. امریکا یکی از مقتدرترین کشور اقتصادی در کره زمین است و از سیاست هژمونی خود همیشه استفاده کرده، از سیاست امپریالیستی خود همیشه استفاده کرده و خودش هم میگه این جانب ژاندارم جهان، مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی به اساس سلایق و علایق ما باید پیش بره مدیریت شه. اکثریت کشورها تحت سیطره‌شان است. اکثریت کشورها به تعبیر عام و به اصطلاح عام آبشان بدون اجازه آمریکا نمی‌نوشند. این حقیقتی است که اما مدبر سر در کنار افغانستان بسیار نزدیک بر افغانستان رقیب امریکا حضور داره، چین. در حال حاضر
واخان به خاطر ازمی ساخته میشه که افغانستان بدانه تجارت مستقیم با چین داشته باشه و کشورها متر بدانه اموالی که میخواد به چین روان بکنه از خاک افغانستان استفاده بکنه. یک سری زده بندا همیشه بوده، البته جهان در کل بین این قدرت ها تقسیم است، بین امریکا، بین روس، بین چین، بین انگلستان و بین فرانسه. این قدرت ها دارن، شوریان گردان های اقتصادی همین قدرت های حاکم سیاسی هستند و در این حال جیفت هم میتونه از نگاه اقتصادی کشورها را مدیریت کنه. در اصلش بازم به اساس سلیقه امریکاست. انتهاش دویست که یک سری مزیتایی را به مال شما میتونه کشور چین فراهم کنه که 19.9 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی کشور چین است و متصل بودن به کشور چین به ما و شما یک سری مزیت‌ها را میتونه فراهم کنه، از جمله کالاهایی که حداقل نیازهای ما بوده باشه، معقول ملبوس مشروب بوده باشه، با قیمت نازلش بنا به وخامت و رقت اقتصادی که ما داریم فعلا تجربه میکنیم و خود ما مولدیت نداریم، با قیمت نازل ما تقاضا کنیم، خریداری کنیم، یک مزیت میتونه بوده باشه. ولی در حالتا باز از اون طرف مرز میباشه به خاطر خدشه‌دار ساختن این روابط اقتصادی بین ما و این طرف بین چین، این طرف بین روسیه. این دزده بنده متاسفانه اکثر موارد یا در هر برهه زمان تاوانش افغانستان دیده، چون ما تو یک ظرفیت متاسفانه نداشتیم که ما از خود دفاع کنیم. نظر ما ای است که ما یک پالیسی را روی دست بگیریم که هم لال بدست آید و هم دلیار نرنجد، اما تانسته باشیم که جایگاه خود حفظ کرده باشیم، از این مزیتی که موقعیت حساس ماست از این هم استفاده بهینه را برده باشیم و با تمام کشورهای منطقه و جهان رابط احسن را درست داشته باشیم. امیر از شما بپرسیم، پشتنم پرسیدم آیا ما از موقعیت حساس افغانستان استفاده کردیم؟ آیا درک کردیم ما افغانا که افغانستان چقدر به جهان و به کشورهایی که تجارت میخواهد و تجارت خوب داشته باشند مهم است؟ البته زمانی که ما از اقتصاد صحبت میکنیم، از رشد صحبت میکنیم، از پویای بالندگی صحبت میکنیم، اقتصاد دیگه چیز نیست. اقتصاد شعبدی زمینی هم نیست، معجزه آسمانی هم نیست. اقتصاد استفاده بهینه از زمین، کار، سرمایه است. در اصلش نیروی کار باید به کار بندازه، منابع تولید، عوامل تولیده. هرگاه در افغانستان افراد دلسوز، مسلکی، متخصص در طول تاریخ می بود خوب استفاده می کردن، ولی ما میگیم تا حال استفاده لازم و بهینه از جغرافیا نکردیم. ارگاه می کردیم امروز دیگه 90% مردم فقیر نمی بود، امروز دیگه ما برق می داشتیم. افغانستانی که 85 میلیارد متر مکعب آب داره، ولی متاسفانه ما داریم سالانه 700 مگاوات برق وارد میکنیم، 300 تا 400 میلیون دلار پول پرداخت کرده روان هستیم. 23000 مگاوات برق میشه دمیجه تولید کنیم، 10000ش کاملا کافی است به خود ما، 13 دیگه از این میتونیم ما به دیگه کشورها صادر کرده باشیم. این استفاده نکردیم. هشتمین کشور کوهستانی است، خودش به ما ذخیره میکنه آب. 37.9 میلیون هکتار زمین داریم، ما گندم از بیرون وارد میکنیم، تنها 7 میلیون از داخل افغانستان استفاده میشه. نزدیک 700000 کیلومتر مربع زمینا پهن است، بایر است و بکر است. نزدیک 100 تا 400 میلیون تن ما زغال سنگ داریم و سایر داشته هایی که هر قسمت شک میبینیم. 300 روز آفتاب داریم، 75% جوانان را ما داریم که لیبرای خیلی پروداکتیو هستن، فعال هستن. این از داشته ها استفاده نشد. ارگان میشد ما میتونستیم یکی از عروسای جهان امروز در مقیاس اقتصادی و حتی سیاسی ما خود جا میزدیم و در معادلات نقش میداشتیم. تشکر. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. قریشی صاحب، برای اتصال منطقوی چیزی که مهم است روابط کشورهاست. افغانستان بعد از تحول سیاسی در که تجربه کرد، یعنی نزدیک به 3 سال، تا هنوز کشور است که به رسمیت توسط جهان شناخته نشده و این تأثیر گذاشته. چی فکر میکنین؟ چقدر ما از این ناحیه ضربه دیدیم که نتانستیم اتصال منطقه یا پروژه بزرگ در افغانستان تطبیق بکنیم و کشورها علاقمند است که کار بکنه، اما این کار سیاست مانع از او شده؟ جای شک نیست که زدبندهای سیاسی و همچنان مشکلات یا گری سیاسی که فعلا در افغانستان وجود داره که بعد از سقوط جمهوریت آغاز شد، این متاسفانه افغانستان خیلی متاثر ساخته و اگر ما نگاه کنیم و ببینیم افغانها در شرایط زندگی میکنن که 17 برابر بدتر از میانگین کشورهای کم درآمد است و اقتصاد ما رو به انقباض است و ای از سال 2017 ای روند نزولی شروع شد که
که ما اکنون با چالش‌های متعدد مواجه هستیم. او از اقتصادی شدید گرفته، فرار سرمایه، متاسفانه تعلیق جریان کمک ها، مسدود شدن نیمه از ذخایر بانک مرکزی و تحریم های بین المللی و بر اساس برآورد های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی UNDP و بانک توسعه آسیایی نشان می‌ده که فعالیت های اقتصادی در سال 2020 ببخشید در سال بین سال 2022 بین 30% کاهش یافته و به این معنا که تولید ناخالص داخلی ما که 20 میلیارد دلار در سال 2020 بود به 14 میلیارد دلار در سال 2022 کاهش یافته و من متعقن هستم که ارزیابی که بین سال 2023 تا 2024 صورت بگیره رشد تولید ناخالص داخلی ما پایین آمده و شاید بین 7.5 الی 8 میلیارد دلار باشد. پس به این معناست که ایزد و بندهای سیاسی متاسفانه بیشتر بالای اقتصاد افغانستان و همچنان پروژه هایی که روی دست بود و حتی بالای سرمایه گذاری در افغانستان مؤثریت منفی داشته. اما فراموش نکنیم که اتصال در منطقه میتونه که رفاه مشترک ایجاد کنه، یعنی موقعیت خود استراتژیک افغانستان که این رقابت تجاری را افزایش میده و مهمتر از همه این بینش را در مورد فرصتها برای مردم و ارتباط اقتصادی بین کسب و کار ارائه میکنند. و توسعه زیرساختها در افغانستان ما میتونیم بگیم که به عنوان یک موضوع خیلی مهم برای اتصال منطقه و همچنان اجرای موفقیت تجاری بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی دیده شده. و اگر ما با مقایسه با سایر مسیرهایی که جوگزین است، افغانستان البته کوتاه‌ترین و همچنان از صرفه بسیار کمتر نظر به مسیرهای دیگه که میتونه که جاده ها را، رای آهن، خطوط لوله را و خطوط انتقال انرژی را بین آسیای مرکزی و جنوبی فراهم بسازه، قسمی که دوستای ما هم در صحبت‌های خود اشاره کردن که میتونه که به عنوان یک فرصت بزرگ برای کشورهای منطقه به خاطر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی این مبدل شود و این همچنان میتونه که گفته میتونیم که تاثیرات قابل توجه در قسمت تامین امنیت در افغانستان بر اساس منافع اقتصادی متقابل. افغانستان کشور است که همواره شاهد تحولات بوده و نظام ها در افغانستان سقوط کرده، نظام های دیگه آمده و یا ناامنی چیزی که همواره افغانستان زجر داده، اما افغان ها شاهد از این هستند که همواره بحث شده کاسای گزار در مورد دیگه پروژه های منطقه بحث صورت گرفته و حاکمان گفتند که سروی شد، زمین ها در موردش بحث شد، استملاک شروع شد، اما کار عملی این پروژه ها شروع نشد تا سودش به مردم افغانستان برسه. چه فکر میکنین این بار شروع خواهند شد؟ خب اگر ما مقایسه کنیم فرصت را که در 20 سال گذشته داشتیم، متاسفانه که نظر به زدبندهای سیاسی و قومگرایی که وجود داشت، مسائل نپوتیسم و کرونیسم که وجود داشت، مسائل فساد گسترده مالی که در افغانستان وجود داشت که ما همیشه در سطر جدول بعضی از ارگانهای معتبر از قبیل شفافیت بین المللی قرار داشتیم در قسمت پولشویی و در قسمت فساد و در پلوی ازی متاسفانه عدم داشتن یک استراتژی اقتصاد ملی، عدم داشتن یک استراتژی سرمایه گذاری و عدم داشتن یک سیاست خارجی و همچنان عدم داشتن یک پالیسی خوب سرمایه گذاری خارجی و همچنان عدم قرار دادن متخصصین در بخش های مختلف باعث شده که متاسفانه ما نتوانیم که از موقعیت جغرافیایی خود و از موقعیت اقتصادی که ما و همچنان زیربناهای اقتصادی که داریم استفاده کنیم و باید است که بعضی از چراها باید است که توسط از این اراکین جواب داده شود و من فکر کنم که این یک فرصت بسیار خوب برای امارت اسلامی طالبان است که از تمام ضعف و نقاط منفی که امارت جمهوریت نتونست استفاده کنه اینها بتانند که او را عملی بسازند. قبلا دوست ما اشاره کرد که متاسفانه ما امروز 80 میلیارد متر مکعب آب داریم
و بیشتر از 12% زمین زراعتی داریم و کشور ازبکستان که 6 میلیون هکتار زمین داره، ما گندم خود از اینجا وارد میسازیم. متاسفانه ما میتونیم که تا 2,30,000 مگاوات برق آبی را تولید کنیم، به همین شکل برق حرارتی و همچنان برق از مثلا از آشغال یاک تشکیل میشه، از او ما تولید کنیم. ولی متاسفانه ما میال سالانه 250 میلیون دلار را به کشورهای همسایه خود هزینه میکنیم که ما برق خود از اونجا وارد کنیم و متاسفانه هر وقت که اونها خواسته باشن میتونن کورا قطع بسازن. فلحاظ از او خاطر یعنی در شرایط کنونی با وجود از اینکه امارت اسلامی طالبان با مشکلات تحریم های بین المللی و همچنان گری سیاسی مواجه هستند، ولی باز هم باید بگویم که قبلا اشاره کردم که تمام کشورها به دنبال منافع اقتصادی خود است و فعلا ما تا جایی که بررسی میکنم و نظر مستک است که طالبان فعلا تانسته که یک سیاست متناسب با کشورهای منطقه مانند روسیه، چین، ایران، هندوستان با یا به اصطلاح عملی بسازه که این میتونه که یک نقطه مثبت باشه. تشکر. چکری صاحب، علاقمندی کشورها نیز بسیار مهم است. چقدر کشورها علاقمند است که با افغانستان در بخش ترانزیت و یا هم اقتصاد همکاری بکنند؟ کشورها اصلا در پی منافع خود هستند. در افغانستان برای حکومت امارت اسلامی این لازم است که باید یک نوع تعریف استراتژیکی از کشورهای همسایه منطقه و جهان به اساس منافع ملی خود ما داشته باشیم. یعنی معنایش است که ما وقتی که امو استراتژیک اقتصادی خود را تعریف میکنیم باید منافع کشورهای همسایه و منطقه را در نظر بگیریم که اونا میخواهند آسیا، روسیه نفت خود را به فروش برسانه بالای پاکستان، باید تعرفه‌هایی که بالای ما کالاهای افغانستان که وارد میشه بگیم تعرفه‌هایشان را کم بکنه، از افغانستان ترانزیت میگیریم و به این ترتیب آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل میکنیم یا آسیای جنوبی بالاخره میخواهد طریق افغانستان هم با آسیای مرکزی وصل شود، هم از راه لاجورد و یعنی به کشورهای آذربایجان، ترکیه، قزوین و مدیترانه وصل شود. این معنیش است که ما منافع کشورهای منطقه را باید بخواهیم و منافع کشورهای جهان هم بخواهیم، اما بر اساس منافع ملی خود افغانستان که نیاز از این داره که باید ما همین تعریف استراتژیکی که داشته باشیم باید مدون باشه و بر اساس مشوره ها و جلساتی که کشورهای همسایه و منطقه و جهان است اونا در این تدوین استراتژیکی کشورهای همسایه و منطقه و جهان به اساس منافع خود افغانستان اونا هم شریک باشند. سیاست ما باید مدون باشه و اقتصاد محور باشه و برای کلکی هم روان شوه که کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم بفهمند که افغانستان این یک نوع تعریف استراتژیکی مشخص و مدون داره که به اساس ازوم باز بسیار اونا بتانند به جرأت هم حرکت های اقتصادی خود را انجام بدن. چه فکر میکنید چرا حکومت افغانستان متوجه از این نقطه نیست؟ خب بدون شک قدرت فعلا دو پایه اساسی داره، یکی اقتصاد است، یکی منابع بشری و تعریفشان به شکل کرده میتونیم که سازماندهی منابع اقتصادی توسط منابع تخصصی، منابعی که افراد مسلکی و افراد شایسته باشند که ارائه خدمات ملی و بین المللی را باید انجام بدن. متاسفانه که در این اواخر یا بالاخره امارت اسلامی با وجود که کارهای خوب را انجام دادن اما کار به اهل کار به شکلی که باید سپرده شود سپرده نشده و این ما را ضربه زده، یعنی افغانستان ضربه زده این کار؟ بدون شک. ما که میگیم سیاست ما اقتصاد محور است، نه همین خود اقتصاد محور که شوه دو پای اساسی پیدا میکنه که اقتصاد است، یکی منابع تخصصی که منابع تخصصی سازماندهی میکنه منابع اقتصادی خود را. وقتی که منابع تخصصی اوجا وجود نداشته باشه منابع اقتصادی را نمیتونه سازماندهی بکنه، نمیتونه ارائه خدمات ملی و بین المللی بکنه، نمیتونه که برای مردم افغانستان در داخل افغانستان شغل ایجاد بکنه، قدرت خرید مردم را بالا ببره، قدرت مصرف مردم را بالا ببره. این چیزا وقتی صورت گرفته میتونه که منابع تخصصی بتونه که سازماندهی بکنه منابع اقتصادی را. تشکر. وقفه کوتاه.
دوباره خوش آمدید. مدبر صاحب، چی چیز مهم است برای تطبیق پروژه های منطقوی در افغانستان که اکنون افغانستان او را فراهم بسازه و بتانه از این فرصت استفاده کرد؟ زمانی که پروژه ها دیزاین میشه، مطمئناً ظرفیت ها در نظر گرفته میشه، منابع در نظر گرفته میشه، منابع انسانی و منابع طبیعی در نظر گرفته میشه و مسئله دیگه استطاعت مالی است و ماشینالات است. بنان هرگاه ما میخوایم پروژه های انکشافی افغانستان را به شکل درستش رن کنیم و پیش ببریم، این معیارها و این شاخص ها را در نظر بگیریم. ما نیروی کار داریم. نیروی کار داریم، نیاز است که افراد متخصص و ورزیدی که در مقیاس جهانی خود بشردوست جا میزنن و میگن که ما هواخای مردم افغانستان هستیم، با داشتن روابط درست سیاسی البته میتونیم ما کادرهایشان وارد افغانستان کنیم و ترین بتا مردم ما را. و در عین حال ما میشه ماشینالات خریداری کنیم یا قراردادی داشته باشیم که توسط کشورهای مستخرج، کشورهایی که استخراج میکنه منابع طبیعی ما را، یک وجهش اختصاص میدیم و میگیم ماشینالات ما خریداری کنیم، چون ما مشکل لیکویدیتی داریم، مشکل سیالیت و نقدینگی داریم. متاسفانه از این مجراها هرگاه به شکل درستش صادقانه قراردادا امضاش تفاهم لازم ما بهش برسیم، مطمئنا یک سری معضلات ما میتونیم از این مجرا حل کرده باشیم، مرفوع کرده باشیم. و بحث دیگه که ما هرگاه از منابع هم صحبت میکنیم، از معادن هم صحبت میکنیم، ما معادن و منابع تجدیدپذیر هم داریم و تجدید ناپذیر یا توهی شونده یا دپلتیبل ریسورسز هم داریم. اینو ما در نظر بگیریم به اساس یک سری معیارهای صرفه جویانه یا معیارهایی که به نسل بعدی هم ما در نظر داشته باشیم که تمام منابع رو یک یک دم استفاده نکنیم، به شکل اقتصادی و صرفه جویانش ما منابع استخراج کرده باشیم. یعنی با در نظر داشت همین شاخص ها ما میتونیم پروژه ها را به شکل درستش تطبیق کرده باشیم. هرگاه پروژه ها را تطبیق کردیم، هرگاه بستر کار به مردم مساعد شد، هرگاه میزان رفاهیت بلند رفت، هر کشور علاقمند است با ما رابطه درست استراتژیک و اقتصادی داشته باشه. یک سری کالاها را ما در داخل افغانستان تولید میکنیم که کاست اف گود سولدش پایین است، قیمت تمام شدش پایین است، هر کشور علاقمند است، مستهلک هر کشور علاقمند است که کالاها را از کشور ما خریداری کنه. بس دیگه هرگاه ما براش رسیده باشیم، چه وقت میتونیم ما براش برسیم که سایر کشورها را جذب کرده باشیم که با ما رابط داشته باشه؟ چون هر پدیده پیش جای میره که ارزشمند بوده باشه، یا پیش صاحب ثروت، ارباب ثروت میره. هرگاه ما ارباب ثروت بوده باشیم، امکانات داشته باشیم، هر کشور علاقمند میباشه با ما رابط داشته باشه، ما از جمعیت فعال خوب استفاده کنیم، میزان دستمزد در نظر بگیریم بیشتر بوده باشه تا ما شاهد میلان افراد داخل سرزمین بوده باشیم از سایر کشورها، و در عین حال پس اندازه را درست مدیریت کنیم و بس دیگه میزان بازگشتی به شکل درستش بوده باشه. این بسترساز رفاهیت میتونه باشه. تشکر. و یک انگیزه به خاطر داشتن رابط با سایر کشورها هم میتونه باشه. تشکر مدبر صاحب. قریشی صاحب، برای جذب کشورها به افغانستان تا پروژه ها را تمویل بکنه چی باید کرد؟ خب در قدم اول خو امو پس برمیگردیم به مشروعیت یا حاکمیت امارت اسلامی طالبان، شناختش توسط جامعه بین المللی. چرا فراموش نکنین وقتی که شرکت هایی که ما رده بندی مختلف داریم که به حساب در سقف اول است که تیر 1 میگه میشه، سقف دوم تیر 2 و سقف سوم تیر 3 است، اونا وقتی که با یک کشور میان اونا چند چیز مد نظر میگیرن. در قدم اول مسائل حقوقی، مسائل کوپریت گورننس و مسئولیت سرمایه و مسائل امنیتی را اونا مد نظر میگیرن که خوشبختانه ما در افغانستان پس از سقوط جمهوریت مسائل امنیتی را دیدیم که تقریبا 95% مشکل حل شده. و در قسمت بعدی سرمایه گذاری که صورت میگیره، یک کشور باید است که یک اقتصاد مالی خوب داشته باشه یا یک زیربنای اقتصاد مالی خوب که ما به نام فینانشل اکانومیکس میگه میشه، یعنی نهادهای مالی خوب داشته باشه، ابزار مالی خوب داشته باشه، یعنی فینانشل انستیتیوشن، فینانشل اینسترومنت و مارکت اسهام که کپیتال مارکت میگیم. ولی متاسفانه ما در افغانستان بعد از سقوط جمهوریت با وجود از اینکه نظام مالی ما بسیار ابتدایی بود وقتی که جمهوریت ایجاد شد و متاسفانه در 20 سال گذشته دولت یا حکومت نتونست که
بخش بیشتر رشد بده. چرا فراموش نکنین در تمام کشورهایی که شما امروز ببینین رشد اقتصادی و همچنان پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته، اونا از یک اقتصاد مالی بسیار خوب قوی برخوردار هستند. شما فقط در 20 سال گذشته 25 سال گذشته مدلیست یا خاورمیانه را شما فقط ببینین که در بخصوص در قطر، مثلا عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، یعنی یک انقلاب اقتصاد مالی در اونجا با وجود آمده. از اون خاطر تانسته که اونا آیسته آیسته از تولید ناخالص داخلی خود یا آید خود آیسته آیسته اینا انتقال بدن از منابع طبیعی خود که تیل استک، بیشتر در قسمت مثلا سرمایه گذاری های خارجی را جذب کنند، در قسمت مثلا سیاحت، در قسمت مثلا فنتک یا فینانشل تکنولوژی یا فناوری مالی در اونجا جذب کنند. عین شکل در افغانستان هم مهم است و در پولوی ازی ما فکر کنیم که ما آهسته آهسته بریم به سوی تولید، ما بریم به سوی صنعتی ساختن زراعت خود و چهار عامل عمده تولید که عبارت از زمین کار مدیریت سرمایه است برای ازی غور صورت بگیره و تولید ناخالص داخلی را که صنعت زراعت و خدمات انجام میده بالای ازی غور کنیم. و در شرایط کنونی البته امارت اسلامی طالبا باید از بیشتر به خاطر که چرخه اقتصادی ما به پای بیفته و ما دیگه امو تمرکز ما به کمک های خارجی کمتر شود، ما باید از امو چیزهایی را که در داخل کشور داریم به خصوص مثلا زراعت، اگر مثلا دهقانا را ببینیم انوزه هم به زراعت صنعتی اونا کار میکنن، اگر بر از اینا ابزار مدرن که امروز هست برشان مهیا شود و همچنان وسایل مهیا شود، ما فکر کنم که تنها زراعت افغانستان میتونه که یک شوک بسیار خوب اقتصادی به وجود بیاره تا زمانی که وقت سرنوشت حکومت تعیین شود و بعد ما بریم به پروژه های مگاوات یا مثلا به پروژه های بزرگ بریم. تشکر. چکری صاحب، رقابت ها میان کشورها وجود دارند، مثلا چین با آمریکا، روسیه با آمریکا، ایران، کشورهایی است که در نزدیکی افغانستان است و افغانستان همراهش روابط اقتصادی خوب داره. چی فکر میکنین این گونه پالیسی میان کشورهایی که وجود داره به روابط اقتصادی افغانستان چقدر ضربه میزنه؟ خب هر کشور بدون شک منافع خود را در نظر میگیره و تلاش میکنه. قسمی که پیشتر مدبر صاحبم گفت، این پنج کشور که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، اکثر معادن هایی که بسیار بارزش است، یعنی نفت، طلا، الماس، یورانیم، لیتیم، این بین همی کشورهای کلان تقسیم است از خود کشور نمی باشه. به هر شکلی که باشه، به زور یا به رضا یا به دیپلماسی میتونه که به مو منابع معدنی خود را برسانند و هیچ کسی هم رویشان گرفته نمیتونه. این پس برمیگرده دیگه مواردهایی که هستن در داخل افغانستان، از اون ما چطور میتونیم که استفاده خوب خود را بکنیم. باید یعنی اگر ما به این شکل خدمت شما عرض برسانم، وقتی که روابط افغانستان با جهان مطرح میشه، ما چهار گزینه در پیش روی داریم. یکی است که حاکمیت فکری خود را داشته باشیم که تمام جهان باید از ما اطاعت بکنه و جهان را باید ما تحت فشار قرار بدیم. دوم است که به خاطر بقای خود حمایت های بین المللی را در حد اقل در زمینه های قبولی دیپلماسی داشته باشیم که را فعلا متقی صاحب هم تا یک حد در پیش روی گرفته. سیوم تعاملات نزدیک ما باید با OIC داشته باشیم که کشورهای اسلامی بتانه لابیگر خوب در قدم نخست خودشان ما را بپذیره و بعد از لابیگر خوب بر جهان باشه و جایگاه امارت اسلامی را در نظام بین المللی یا در قانون بین المللی پیدا شود. و چهارم، امارت اسلامی گزینه‌ای را که در میتونه که در پیش روی بگیره، یک چتر کلان ملی است که باید دانشمندان، نخبه های علمی، سیاسی را نمیشه پیشنهاد بکنیم، نخبه های علمی و اکادمیک یا کسایی که به وطن متحد هستند و افراد مسلکی و متخصص هستند، یعنی تمام ملتی که در داخل افغانستان فعلا حضور دارند و او افرادی که مسلکی و متخصص هستند، متحد به وطن هستند، اگر در بیرون هستند زمینه برگشت اونا مساعد شود. یعنی یک چتر کلان ملی باید ساخته شود. تنها اگر کسی که در صفوف امارت بوده
از این اندازه کرده، هدف ما است که چتر کلانتر صورت بگیره. باز میشه که یک گزینه چهارم امیان باشه که ایره امارت اسلامی در پیشروی بگیره. باز میتونیم بسیار یک بازیگر خوب در سطح منطقه و بین المللی باشیم. خیلی تشکر مهمانان عزیز که فرصت گذاشتن. از شما بیننده های عزیزم خیلی تشکر تا این دم ما را همراهی کردین. وقت بخیر.